رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من دختری هستم که به تازگی نامزد کردم و توی این رابطه مشکلاتی دارم که میخوام ببینم آیا میتونیم کاری براش بکنیم، مشکلات رو حل بکنیم. بله بفرم. اولا شما چند سالتون عزیز؟ من 29 سالمه و نامزدم 47 سالشونه. چه مدتی است همدیگر رو میشناسید؟ الان 2 سال و نیم همدیگر رو میشناسیم و من 1 ماه اومدم آمریکا با ویزای نامزدی پیش ایشون که ببینیم چطور میشه. 3 ماه وقت داریم برای ازدواج. ایشون چه مدتی است در آمریکا هستن؟ فکر میکنم که 30 سال هست بیشتر، شاید از 14 سالگی اینجا بودن. به من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟ نه، مجرد بودن. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون دندونپزشک هستن، الان کارشون هم همینه. و شما چی خونده، چه میکنی؟ من فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دارم و ایران کار میکردم اما اینجا که هنوز فعلا نه. شما چند تا خواهر و برادر داری؟ من یه برادر دارم که 5 سال از خودم بزرگترم. و ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟ ایشون 2 خواهر دارن که از خودشون بزرگترن هر دو. اون وقت دلیل اینکه ایشون تا به حال ازدواج نکردن چیه؟ والا میگن شاید کیس مناسب پیدا نکردن، اما خب خواهر بزرگشون هم یعنی 2 سال از خودشون بزرگترن، ایشون هم مجردن. فکر میکنم خیلی سخت ایشون کلا وارد رابطه میشن. من خودم خیلی اذیت شدم تا اینکه تونستم تا اینجا برسم با رابطه با ایشون. شما من بفرمایید از کجا با هم آشنا شدید؟ یه معرف، یکی از آشناهای من ایشون رو معرفی کرد. ایشون ظاهرا خیلی دنبال زن میگشتن چند سال و خیلی هم متعدد بهشون معرفی شده بودن. خب شما وقتی شما رو به هم معرفی کردن همدیگر که ندیده بودید از طریق تلفن؟ خب چه مدتی تلفنی یا از هر راه دیگه با هم صحبت کردید؟ ما 1 سال با هم تلفنی صحبت میکردیم و راهای دیگه. بعد از 1 سالشون اومدن، 1 هفته 10 روز همدیگر دیدیم و دوباره رفتن و دیگه 6 ماه بعد کارای من انجام دادن. مجدد 1 سال بعد از اینکه همدیگر دیدیم باز همدیگر دیدیم 1 هفته 10 روز. الان 6 ماه از اون روزی که همدیگر دیدیم میگذره که من اومدم. خب به من بگید اولین باری که همدیگر دیدید نظر و عقیده هر دوتون راجع به آنچه که شنیده بودید و حالا میدیدید چه بود؟ من یه مقدار تعجب کردم چون ایشون یکم سردتر از حد عادی بود، از اون چیزی که با من صحبت میکرد یکمی سردتر بود. این یکم تو ذوق من زد، ولی خب انگار روزهای آخر بهتر شد همه چیز، هرچی بیشتر با هم بودیم بهتر شد. ایشون هم به من گفتش که حالا از این به بعد رابطمون رو جدی‌تر کنیم ببینیم چطور میشه. حالا نظر اول مثبت بود. آخه ببینید عزیز، ایشون که 30 سال اینجا هستن بیشتر امریکایی هن تا ایرانی. دوم ایشون با شما یه فاصله 18 ساله سن داره. سوم ایشون معتقدند و شما هم یه جمله گفتید همینجور ایشون دنبال زن میگشتن، گویی اینقدر قحطیه که پیدا نکردن. بعد یه مرتبه از طریق تلفن 1 سالی با یه نفر حرف زدن، بعد اومدن دیدنش. چقدر ایشون آدم مرتب، منظم، دقیقی هست؟ تو کارشون خیلی خیلی دقیق و وسواسن، ولی توی زندگیشون خیلی خیلی نامرتبن. مقصودتون از نامرتبن یعنی به هم ریختگی منزلشونه؟ بله بله بله. اتومبیلشون چقدر ترتمیز است یا اونجا هم شلوغ پلوغ همه چی ریخته؟ خیلی شلوغ پلوغه. بله خیلی نامرتب. خب ایشون یه دوگانگی دارن عزیز، یعنی ایشون یه نوع از یه طرف وسواسی دارن در جهت کارشون، ولی یه جای دیگه همه چیز رو رها میکنن. خب اون وقت حالا شما در ایشون 2-3 چیز خوبی که هم در گفتگوها هم بعدن در دیدارها و هم اکنونی که 1 ماه اینجا هستید دیدید، چیه 2-3 چیز خوبی که در ایشون دیدید؟ من فکر میکنم این که شخصیت مستقلی دارن، اینکه کودکی سختی داشته اومده اینجا، نوجوانیه بهتر بگم سخت اومده اینجا، ولی خودشو تونسته مستقل کنه. نه مستقل، ایشون مستقل نبودن عزیز، ایشون جدای جدان و به همجاز که تنهای تنها. ببینید این که من برم توی یه اتاق درم و ببندم و فقط کارهای خودم بکنم که علامت استقلال نیست، علامت جدایی انزواست. این همون گرفتاریست که ما در ایران داریم. فکر کردیم استقلال پیدا کردیم در ایران، متوجه شدیم منزوی شدیم. حالا باید بشینیم ما حرف بزنیم، شاید مردم یا کشورها ما نزدیک بشن. این اسم این استقلال نیست عزیز.
اسم این کاملا جدایی است و بعدم خواهرشون هم 49 سالش ازدواج نکرده. یعنی اینا نگاه و نظرشون درباره دیگران اینه و مسئله جدایی و مسئله تنهایی معناش این است که مثلا تنهایی که من بدم تو بدی، رابطه بده نتیجه رابطه بده، بنابراین من تبدیل میشم به آدمی که چون نه خودم خوب میدونم نه دیگران نمیخوام رابطه داشت باشم، ولی بسیار ظاهرا سختگیر میشم و بهانه میگیرم، چیزی که به نظر من احتمالا ایشون بودن. خب جدایی هست ولی استقلال نیست، اینکه تنها باشن و بعدم خب اینجا اومدن درهای باز، آدم اگر یه کمی خوب باشه، یه کمی پشت کار داشته باشه، ضمناً یه هدفهایی داشته باشه، برنامه بریزه، میتونه به اینجایی که ایشون رسیدن برسه. جنبه مثبت رد و نفی نمی‌کنم، ولی ارتباطی به استقلال نداره، ارتباطی میتونه به جدایی و تنهایی و حتی دوری گزینی از دیگران باشه، مثلا اینکه 47 سالشونه تو این مملکت ازدواج هم نکردن. حالا بریم سراغ دو تا حسن دیگر ایشون. چی عزیز؟ من سبک زندگیشون رو خیلی دوست داشتم، این که من فکر میکنم اون چیزایی که شاید من نداشتم ایشون تو زندگیش داره. شاید به نظرم این ازدواج میتونست یه پیشرفت خوبم واسه من باشه. نه چه چیزایی دارن ایشون؟ ایشون به نظرم اولا خانواده خیلی خوبی داره، یعنی من واقعا به نظرم خانواده خیلی خوب و قابل احترامی هن. که من گفتم شاید اینجوری من حتی یه خانواده خوبم پیدا بکنم. مقصودتون از خوب که هستن یعنی چی عزیز؟ خوب از نظر اجتماعی خیلی خوبن، با هم خیلی خوبن، با هم خیلی متحدن، هوای همو خیلی دارن. خب آخه اینا که باز اینم علامت خوبی نیست عزیز، ما امروز باید با غریبه ها رابطه هم خوب باشه. بعدم اونا رابطه شون هر دو با غریبه قطع کردن. یعنی میخوام به شما بگم درسته میفهمم شما را، ایرادم نمیگیرم، من فقط میخوام بگم یه نگاه دیگه هم میشه کرد. من اصلا نمیگم ایشون یا خواهرشون چنینن، ولی چگونه خانواده اجتماعی؟ حتی اینقدر اجتماعی نبودن که ازدواج کنن، یعنی کسی دیگر رو وارد رو نکردن. بعدم به هم مرتبط هستن، معناش این است که ما به کسی دیگه اعتماد و اطمینان نداریم. هوای هم خب معلومه دیگه، بنابراین قصه اونه. اینا جنبرم که شما محترمانه باتون رفتار میکنن تا زمانی که شما یک رعایت حالشون رو میکنید، دو بهشون محتاجید و ازشون انتظاری ندارید. دیگه چی عزیز؟ دیگه جنبه مثبت دیگه چی؟ من فکر میکردم شاید ایشون سنشون بالاست، سرد و گرم روزگار چشیدن، من خیلی مثلا بچه بازی شاید تو روابط نبینم. البته یه سری چیزا الان اومدم اینجا دوچار تناقض شده، حالا شاید اصلا به خاطر همین هست که خدمت شما تماس گرفتم. مثلا چه چیزا؟ حالا بریم ببینم با ای که یا بد و منفی میبینید یا شما باش راحت و آسوده نیستید، یا به قول خود شما یه مفهوم تضاد و تناقضی دارید، چیا هستن عزیز؟ خب اولین چیزی که من از همون دو دیدارمون هم احساس کردم بود که ایشون انگار قلبش واسه این رابطه نمیزنه، یعنی اون هیجانی که من داشتم ایشون نداشت. ولی من هر بار به خودم گفتم احتمال داره که چون هر روز میبینیم هم دیگر رو، مثلا روزهای آخر بهتره این رابطه، شاید من برم اونجا بتونم بسازم این رابطه رو، محبت بدم، محبت بگیرم. ولی خب خیلی سخته، انگار از اون چیزی که من فکر کردم. آخه عزیز ببینید، اگر آدم در قلبش باز باشه، هم توش شادی میره، هم غم، هم محبت میره، هم حتی بد آمده. اگر آدم در قلب بسته باشه هیچ کنمش نمیره. داستان محترم بودن خانواده هم از همونجا میاد، یعنی در چارچوب رعایت و آداب و ادب اجتماعی هن. ولی دری رو باز نمی کنن، همدیگر رو تو مهمونی تو خیابون میبینن، به هم سلام میکنن، ولی کسی رو به خونه راه نمیدن، چون جمال خودشونه فقط. یعنی ببینید شما علائمی رو نشون میدید که این گونه است. حالا بنابراین خب اون مفهوم محبت و اینا، اگر ببینید اگر یه آدمی آدم احساسی عاطفیه، آدم علاقمندیه، خوشش میاد، به دنبالش میره، شور و شوق و هیجان داره، خب ایشون میتونست روابطی داشته باشه. حالا به اون میرسم، ازدواج حالا قصدم نیست، ولی وقتی حتی خواهر ایشون که 2 سال از ایشون بزرگتر، 49 سالشون شده، ایشون ازدواج نکردن و احتمالاً چیزی دیگه به اون مفهوم ازدواج، این هر دو هم بچه ندارن، یعنی خود اینا خیلی معنی داره. به من بگید دیگه چه چیزی توجه شما رو جلب کرده که باش خوشحال و راحت و راضی نیستی؟ من وقتی اومدم اینجا دیدم چقدر زندگیشون نامرتبه، حتی چند تا پوست خیار رو دستم کاغذی هم اون پایین همه چی بود، یعنی حتی مثلا انقدر هیجان نبود که اینا رو مرتب بکنن قبل از اومدن من، میدونید. و حتی من فکر کنم ایشون کاملا آمادگی پذیرش رابطه جدید رو نداشت، یه چیزایی آدم باید مهیا بکنه،
ولی اصلا ایشون نکرده بود. حتی من حالا مشکلی که دارم یکم با روابط ایشونم مشکل دارم، یعنی فکر میکردم با توجه به این گوشه گیری حالا یا انزوایی که شما میفرمایید شاید اصلا روابط دیگه ای نباشه، ولی فهمیدم هست رابطه های دیگه ای که من حالا تیم گیر کردم. این مشکل فرهنگی منه. کدوم روابط از چه قبیل عزیز؟ من اولش که اومده بودم چیزی متوجه نشدم، ولی بعدش احساس کردم ایشون توی موبایلش زیاد رابطه داره. مثلا یه چیزی که میخواست بر من بفرسته، من اسم چندین دختر رو میدیدم که بالا سر اسم من بود و من بر حسب کنجکاوی، حالا کار درست یا اشتباه، من یه سری چتاشون هم خوندم و متوجه شدم این روابط گاه مربوط به 5 سال گذشته است و این روابط حالا معرفی برای ازدواج بوده تا الان طول کشیده، یا حتی رابطه دوستی بوده که رابطه جدی هم بوده از نظر دوستی، ولی تا الان حالا طول کشیده. من نمیدونم الان کجای این رابطه هستن، ولی به هر حال خیلی روابطی که ایشون حتی در حد یه اس ام اس هم نگهش میداره. و من به ایشون گفتم که چه دلیلی داره رابطه های، گفتم من دوست ندارم اینو، به نظرم رابطه که بعد از ازدواج بوده نشده دیگه دوستی معنی نمیده. گفت نظر شماست، من اینطوری فکر نمی کنم، ممکنه ما دوستای خوبی باسه هم بشیم. بله خب به من بفرمایید که الان که آمدید روابط جسمی و جنسیتون با هم چطور بوده؟ از نظر نزدیک شدن، من هر وقت مثلا ایشونو میخوام در آغوش بگیرم یا بهشون نزدیک بشم، مثلا سر کار میاد، ایشون دوست نداره من این کار بکنم. میگه من تنها زندگی کردم، عادت ندارم، باید عادت بکنم. ولی خب این یک ماه تأثیری نداشت توی این نزدیک شدن. رابطه داریم با هم، شاید متوسطه. یعنی مقصودتون از متوسطه چیه عزیز؟ از نظر کیفیت من فکر کردم شما سوال و اینو از نظر کمیت چقدر مثلا رابطه داشتی تو این یک ماه با هم؟ تقریبا بوده رابطه نرمال بینمون بوده، مثلا زمان بهتون بگم آیا دارم. چقدر نه چقدر فرق میکنه قبل و بعد از رابطه ایشون؟ معمولا من بعدش ازش میخوام که یه کمی مثلا به من نزدیک باش، حالا ایشونم سعی خودش رو ظاهرا میکنه، ولی خب من اون احساس رو نمیگیرم. خب شما چرا، شما اگر میخواستید شوهر کنید، اگر میخواستید بیاد امریکا، خب این کار کردید، ولی اگر میخواید کسی رو دوست داشته باشه، رو شما رو دوست داشته باشه، شور و شوق و هیجان و شادی و رشد و لذتی باشه که اینا به نظر میرسه خبری نیست عزیز. و فکر میکنه زمانم حلش نمیکنه اینو. به هیچ وجه. بدترش میکنه که بهترش نمیکنه. آخه ایشون چیزی نیست که بخواد نشون بده. ایشون نشون میده یه آدمی است محافظه‌کار، محتاط، نگران اشتباه و شکست، ظاهر رو در بیرون حفظ میکنه ولی که حوصله انتقاد رو نداره، ولی در داخل نظم و ترتیبی نداره، یه ذهن به هم ریخته در جهت مسائل زندگی داره، ولی وقتی به شغل و کار میرسه اونجا یه مهارتی داره. درست مثل فرض کنید آدمی که رانندگی بلد، یا آدمی که فرض کنید پیانو بلده بزنه، اما وقتی به بقیه زندگیش میرسید در اونجا نظم و ترتیبی نیست، جهت و هدفی نیست، و آنچه که شما میبینید ظاهر یه رابطه است که حالا چرا ایشون تصمیم به ازدواج داره نمیدونم. شما درباره بچه با هم چه صحبتی کردید؟ فرزند؟ بله، ایشون اصلا میفهمن که هدفشون از ازدواج اینه که بچه دار بشن. خب چرا تا به حال نشدن اگر هدفشون، یعنی منظوری که چرا زودتر ازدواج نکردن؟ رایت ایشون بلان فرزندی بیارن وقتی ایشون 70 سالشونه، فرزندشون از ممکنه بره دبیرستان یا دومین بره دبیرستان. حالا بگذارید من ازتون این سوال رو بکنم. تو این مدت 2 سالی که شما با هم تلفنی اینا حرف میزدید، ایشون وانمود میکردن که با هیچ کس دیگری نیستن؟ بله، و همچنان هم این وانمود رو میکنن، ولی من متوجه شدم که در این 2 سال کاملا رابط دیگه بوده. حتی توی رسیه سال اول مخصوصا ایشون مثلا خواهش میکرده از یکی که باشه ازدواج بکنه، و حتی جملاتی که من هیچ وقت ازشون نشنیدم مثلا به کس دیگه دیدم گفته، و این من به شک انداخت که نکنه ایشون میتونه احساسات بکنه و نمیکنه. از طرفی هم فکر میکنم شاید هم ترفندی بوده واسه به دست آوردن اون شخص. در چه حدی رفتن در اون گفتگوها؟
ابراز علاقه، دوست داشتن، کاش تو زنم بشی، از این صحبت ها نمیدونم، جلوتر حتی بیش از اینا، ابراز علاقه خیلی زیاد. خب حالا سوال من از شما اینه که شما چرا یه همچین ازدواج از راه دور رو برای خودتون انتخاب کردید؟ والا نمیدونم، شاید این رابطه یه چلنجی داشت که من خیلی دوست داشتم حلش بکنم. چه چلنجی داشت؟ یه مردی از شما 18 سال بزرگتره، تو امریکاست، بیشتر امریکایی، تو ایرانی، چلنجشون چی بود؟ مثلا خواستید زمینش بزنید؟ خب بعد از اینکه کشتی رو شما میبردید، بعدش میخواستید چه کار کنید عزیز؟ البته من کلا تمایل به رابطه با سن زیاد رو دارم، یعنی اینو در خودم پیدا کردم که اصلا تمایل من این طرفه، دوست دارم یه نفر حامی باشه، جا افتاده باشه، که البته ایشون یکم حامی هم نیست. ولی خب آخه برخی از اوقات دادم جا افتاده است، بس خواهد از جا افتاده، میدونید اون وقت یه ذره کار دستش میده. من میدونم این حرفای من ایشون رو خوش نمیاد، ولی فکر کنه ایشون الان چقدر مشتاق ازدواج با شماست. والا اینم نمیتونم، یعنی شاید اگه این کار بکنه فقط به خاطر اینکه ازدواج کنه، بچه دار بشه، واقعا من هیجانی توی ایشون نمیبینم اصلا. من خب ایشون اگر به این فکر رسیده فقط ماجرای فرزند و داشتن بچه هستی، گفته خب بذار زنم بگیریم دیگه، خلاص شد. دقیقا همینطوره. بله. خب شما خانوادتون راجع به این موضوع چقدر میدونن و چقدر اصلا با این کارتون از قبل موافق یا مخالف بودن یا الان هستن؟ پدر و مادرم بیشتر تو این قضیه نظر دادن. پدرم ایشونه که دیدن و خانوادهشونه که دیدن خیلی خوششون اومد و اولش با اختلاف سنمون مشکل داشتن، بعد دیگه چیزی نگفتن. مادرم که از اول با این رابطه موافق بودن، چون اصلا از قبل دوست داشتن من از ایران برم. یعنی از شرتون خلاص بشن؟ نه اینطوری نبود، فکر میکنم، فکر میکردن، یعنی فکر میکنن من اینجوری موفق‌ترم، پیشرفت میکنم. زمینه که ایشون هم دوست داشتن، نمیدونم، ایشون توی جمع معمولا جذب میکنن افرادو. نه اون رول برادرم بازی کن. شما من بفرمایید خودتون در ایران از در ازدواج شما نکردید؟ نه من نکردم. رابطه های جدی چقدر داشتید؟ جدی تا این حد نداشتم و تقریبا شاید یه 3 سال بود که اصلا خیلی دورم و خلوت کرده بودم. یعنی دورخیز کردید برای یه شکار دور؟ بله. خیلی خب، مثل اینکه وقتی پریدید طرف جا خالی داده بود، نه؟ مثل اینکه به هدف نخورده. خب حالا اگر شما کجای امریکا هستید عزیز؟ الان لاس‌وگاس هستم. نه ایشون کجا زندگی میکنه؟ بله ایشون هم همینطور. خب اگر به ایشون بگید بریم پروی مشاوری ببینیم ما به هم میخوریم و به دردم میخوریم، فکر کنید نظر ایشون چیه؟ من ازشون پرسیدم، گفتم نظر چیه که 2 نفر قبل از ازدواج برن مشاوره؟ گفتش که بعضی ها میگن خوبه، بعضی ها میگن خوب نیست، حالا ببینیم چی میشه. بعضی ها میگن خوبه، بعضی ها میگن خوب نیست. ایشون آدم یه مقدار حرفه‌ای. خب این شد حرف. آخه داستان این است که به نظر من ایشون هم باید شکی در مورد ازدواج داشته باشن. آیا از شما خواستن که پرینپچول اگریمنتی، قرارداد چیزی امضا کنین درباره اموالشون؟ به من گفتن نظر راجع به طلاق چیه؟ گفتم من قوانین اینجا رو اطلاع ندارم و اگه لازم شد این کار بکنیم با یه وکیل مشورت میکنیم در مورد بچه و اموال. ایشون گفتن که میتونیم با یه وکیل مشورت کنیم، ولی هنوز صحبت جدی نشده. چقدر وضع مالی ایشون خوبه؟ خوبه، فکر نمیدونم، من اینجا نمیتونم مقایسه کنم، ولی خوبه ظاهرن. الان شما وقتی که با هم هستید اوقات فراغتتون رو با هم چه میکنید؟ معمولا میریم یه جایی شام میخوریم یا با هم میریم خرید میکنیم واسه خونه، فیلم شاید ببینیم، از اینجور کارا. چقدر حرف برای گفتن شنیدن داریم؟ البته اول میخوام اینو جا انداختم که ما بیشتر آخر هفته ها پیش خواهرشون هستیم، یه شهر دیگه هستن، ما میریم پیش ایشون. شما گفتید ایشون یه خواهر دیگه هم داره، اون کجاست؟ بله ایشون هم همین آمریکا زندگی میکنن، ازدواج کردن و یه بچه دارن. اون بزرگتر است یا وسطی است؟ بله بزرگتر از همه هستن، به فاصله 3 سال از اون خواهر. خب ایشون چگونه رابطه‌ای با شما دارن؟ هر دو رو من در حد اینکه آخر هفته ببینمشون دیدم، ولی ظاهرا خواهرای خوبی هستن، گرمن، ولی نرمالن، نه که بگم خیلی هم. حالا خواهر دومشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون داروساز هستن.
پدر و مادر کجا هستن؟ زنده هستن؟ بله، پدرشون ایران زندگی میکنن، مادرشون آمریکا، ولی هر دو در رفت آمد به ایران آمریکا هستن. یعنی چرا اینجوری زندگی میکنن؟ نمیدونم، اطلاع ندارم. آخه شما دوست پدرشون کارشون ایرانن. خب چرا مادر پلو پدر شوهرش نمیمونه؟ الان مثلا رفتن پیششون، معمولا هر 6 ماه یه بار پیش هم هستن، یعنی 2 بار در سال مثلا 1 ماه حداقل پیش هم هستن. خب آخه یعنی چی یه زن و مردی با هم ازدواج کردن که 6 ماه پاش راه بیفتی بیاد امریکا؟ تو هم تو سنهای بالا که به هم دیگه به نوعی مرتبطن، اقلا اون ور 70 سال هم دارن دیگه، درسته؟ بله، خیلی اصرار دارن که پدرشون کارشون رو دیگه در واقع تعطیل بکنن، بیان آمریکا زندگی کنن، ولی ایشون کارشون رو خیلی دوست دارن. چه جور کاری ایشون میکنن؟ کارخونه دارن ایشون ایران. خب حالا پرسش شما از من چی عزیز؟ بله، من الان شکی که پیدا کردم اینه که نکنه من تهمونده کیسای ایشون باشم و مثلا دیگه ایشون واقعا اون کیسایی که شاید دوست داشته تو این چیزایی که من خوندم شاید اونا حاضر نشدن باشه ازدواج بکنن، حالا فقط من موندم و دیگه حالا ایشون هم یه زنی بگیریم به قول شما. آخه شما میخواید یه شوهری بکنید؟ برای که شما هم میدونستید چی کار دارید میکنید عزیز، برای که شما هم فقط به فکر این بودید که شوهر کنید، هر کی میخواد باشه. به من میگید نه، ولی با وجودی که باهوشید من تعجب میکنم. یعنی برای خودتون یه داستان درست میکنید که برای من یه چالنجی. چه چالنجی؟ چی میخواد کرد؟ آقای دکتر، من خواستگار خیلی ایران داشتم، ولی اونا رو به دلایل برای خودم دلایل محکمیه که با اونا ازدواج نکردم. مثلا فرهنگ. خاینو عزیزم، آخه شما ایرانی هستید قربونت. شما حالا آخه اومدی نوع امریکاییش که انتخاب کردی که خب میتونه همین باشه. نه، متوجه هستم که در ایران یه زن با توجه به شرایط مرد سالاری و پدر سالاری و همه چیز، اون احساس خوب رو یا احساس برابر رو یا احساس اصلا بودن و زنده بودن و اهمیت داشتن رو نمیکنه، مگر اینکه مرد خودش یه همچین امتیازی رو برای همسرش قائل باشه، و الا قانون و محیط اجتماعی و اینا که همچی اجازه ای رو نمیده. قانون و محیط اجتماعی خیلی راحت میگه شما ماشاءالله مردید، شما متاسفانه زنید. یعنی این چیزیست که شما ناچار میگیرید، مگر اون مردان و زنانی که خودشون از مرحله فشار بیمارگونه یه فرهنگی بیرون کشیدن و در نتیجه به یه اصل آزادی و برابری و مسئله انسان فکر میکنن تا نر و ماده و بعدن آلت تناسلی، و الا گرفتاری است. اما اشکال کار من این است که عزیز، شماهایی که از اون نحوه ذهن و زندگی میاد بیرون و به انسان نگاه میکنید، یه مرتبه بعدن ماجرای ازدواج براتون میشه یه بایدی که باید یه جوری اونو انجام بدید، و اگر در جایی که هستید باش راحت نیستید، خب یه کسی که متفاوته رو بگیرید. یعنی اشکال کار شما اینه که اون چیزیست که به عنوان اپوزیت اترک اندن اتک، یعنی ابتدا جلب و جذب میکنه ولی بعدا حمله است. از اون گذشته شما به نظر میرسه دختری هستید که یک کمی جنبه مقایسه‌ای دارید، دوم یه مقداری براتون احساسات و عواطف و هیجانات مورد نظرتون مورد علاقتونه، ولی آخه یه همچی چیزی که در ایشون اصلا نیست. این کس به کسای دیگه هم که ابراز کردن در همون جملات می اومده، مثل برخورد خوبی که تو مهمونی دارن یا دفتری مرتب و منظم و کار مرتب و منظم دارن. وقتی شما وارد وجود شخصی خارج از رعایت آداب و اصول اجتماعی میشید به هم میریزن، و بنابراین شما هم در خانه کنار ایشون که تازه یه ماست آمدید و بعد از مدت ها ایشون هیچ کس رو نپسندیده، شما رو پسندیده و قصد ازدواج با شما رو داره و خانواده هم با این کار موافقند و شما موافقید، اون شور و شوق و هیجان رو در ایشون نمیدید، برای که نداره عزیز، برای که ایشون تیپ اون همچین دیر آدم خشکیست که گفتم مثل یه تکه سنگ ایستاده محکم استوار در یه اصولی. حالا شما اگر خسته اید از زندگی و جستجوها اینجایید، درسته که شما درباره اینکه خواستگاران بسیار داشتید، ولی اونجا هم داستانتون همینه. یعنی روزی که من میگفتید من عشقهای بسیاری داشتم، درگیریهای فراوون داشتم، میتونستم بگم شما هم زندگی، ولی وقتی خواستگار دارید شما هم نشستید ببینید چگونه میتونید یه ماهی به تور بزنید.
بعدم احتمالا به دلیل ویژگی‌های روانی و یا ارتباطاتی که داشتید یا هر چیزی و ضمناً یه باورها به این نتیجه رسید که این مردان یه عیب و ایرادای بزرگی دارن که بیشتر ماجرای فرهنگیشونه. بنابراین با وجودی که یه خانواده کوچکی بودید و اگر اشتباه نکنم فقط یه برادر بزرگتر از خودتون دارید، درسته؟ بله. ولی با وجود این به هر حال دختری هستید که خودشون هم اون شر و شور رو ندارید و اگر یه ذره خاطرتون آسوده باشه شما هم میتونید خاموش بشینید. یعنی یه مقداری به دنبال بیدردی و بیرنجی هستید، از کجا میاد نمیدونم. آیا آسیب دنبال بیدردی و بیرنجی هم یعنی میدونید یه جایی به قول معروف کنگر بخورید تو لنگر بندازید، حالا همینقدر که کسی با تون کاری نش باشه. و اونو میفهمم عزیز، برای که بسیاری از اوقات دوستانی که از ایران با من تماس میگیرن میبینم که مثلا امتیاز یه مرد اینه که دست به زن نداره، بد اخلاق نیست، مثلا بهانه گیری نمی کنه، ظاهرا احترام زن رو حفظ میکنه. بنابراین همون بیدردی و بیرنجیه. یعنی درست مثل اینه که آدم در یه مرحله از ایکولبریوم یا تعادل باقی بمونه، ولی حرکت و رشدی در کار نیست. و اون چیزی که شما الان از ایشون میخواید یه مقدار شور و شوق و هیجان است که ایشون، نه اینکه برای شما ندارن، برای هیچ کس ندارن. اون پیام هایی هم که میگیرید اونا در شرایط خاصی است که جنبه سمبولیک داره. به همجاست که اون آدم هم ایشون رو جدی نگرفتن. یعنی اگر اظهار علاقه و تمایلی بوده اون آدم میدونست که خب اینم از سر در حقیقت پر کردن یه جای خالیه تو زندگی. ببینید یه زمانی است که یه آدمی یه کسی رو میخواد برای که خودش رو کامل کنه، یه زمانی است که آدم میخواد یه کسی بیاد یه حفره‌ای که تو وجودشه رو پر کنه و اون نقشه. به همجاست که یه رابطه سطحی است و در اون حد. و اگر شما هم به دنبال اینی که در امریکا باشید و پیشرفت‌های علمی بکنید و از یه مردی هم که ضرر و خطری نداره دو تا عرض کنم بچه بیارید، خب بله. به همجاست که من برخی از اوقات این سازمان‌هایی رو که در امریکا هستم میگن ما سازمان‌های غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم. یعنی ما مسائل مالی در اون نیست. من میگم اینا سازمان غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر مفیدن. یعنی فایده ای هم نداره. مسئله انتفاعی نیست، مسئله مفید بودنشونه. و به همجاست که برخی از اوقات هم ازدواجای از این قبیل فقط از سر ناچاریه که به هر حال ما حالا اینجا تو این طوفان یک پناهگاهی پیدا کردیم، فعلا بمونیم ببینیم چی میشه. و چرا شما به اینجا رسیدید و خودتون رو دو سال درگیر یه رابطه از راه دور کردید نمیدونم. یعنی امید به یه دگرگونی یا تغییری داشتید که به نظر من علائم و نشانه‌هاش رو میدونستید که نیست و باهوشتر از این هستید که اینا رو ندونید. ولی ای بسا ته وجود شما هم یه جوری خود شما، نمیخوام وارد بحثش بشم، یه جوری خود شما هم ای ولتون کنن میزنید به اون طبل بی‌حسی و بی‌احساسی و بنابراین برای اونم آمادید. از یه طرف دلتون میخواد، امیدوار هستید، ولی من میترسم شما هم به دلایلی جدا و تنها باشید. اصلا نمیخوام جوابم بدید. ای بسا آسیب کودکیه، آسیب جنسیه، ضربه های سخت و سنگینه یا به هر حال یه احساس بد به هر دلیلی راجع به خودتون، اینا سبب شده که سطح توقع و انتظارتون رو پایین بیارید. ولی خب احتیاج شما اومده غلبه کرده و میگه من یه چیزایی رو میخوام. به من میگید این رابطه چیه، من نگران هستم که هر دو بپوسید و به همجاست که باید برید دکتر. ایشون به نظر من احتیاج به کمک داره. ایشون این جهان بی‌حس و بی‌احساس که فقط میخواد اشتباه نکنه و شکست نخوره و ظاهر رو حفظ کنه اصلا ارزشش نداره. ایشون در حقیقت به نظر من فقط درگیر یه نمایشنامه‌ای در زندگی شده که بیاد بیرون این نمایش رو بازی کنه بعد بره خونه بخوابه تا شب بعد و نمایشنامه بعد. ایشون اصلا نخواسته زندگی کنه. ایشون در حقیقت به نوعی تماشاگر خودش و زندگی خودشه. یعنی از نظر من بر اساس آنچه شما میفرمایید حداقلش تیپ عزلت طلب و گوشه نشین رو دارن، یه مقدار بیشتر ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر دارن، شخصیت وسواسی مجبورن، با یه مقدار حالتهای بسیار دوری گزینی اوایدن پرسونال دیسوردر، شخصیت دوری گزینن. و به نظر من حالا که شما تو اینجا اومدید، حالا که سه ماه وقت دارید عزیز، دو تا کار رو بکنین. اهم از این که امیدوارم ایشون بیان، یه کسی رو پیدا کنید، برید واقعا سفره دلتون رو باز کنید، نترسید. هر چی واقعا حس میکنید، احساس میکنید، مایل هستید بدونید تو مطرح کنید، ببینید به کجا میرسه. صلاح هر دوی شماست.
و بعدم از اینکه احتمالاً در این زمینه وقتی گذاشتی تو کاری کردیتم یا به هر حال در ایران حرفی در این باره با فامیل و دوستان زدی تا حالا براتون موضوع مسئله است، خودتون رو گرفتار نکنید، چون از اون طریق شما میتونید وقت 50 سال رنج ببرید و رنج بدید بدون که فایده ای داشته باشه. یه کمی در این باره بیشتر بدونید. یه سی دی آی من دارم، چند تاشو حتما یه جوری تهیه کنید، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی 50 باید نباید، یکی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیماره. این مجموعه را اگر دوتایی بشنوید من مطمئنم یه نگاه و نظر دیگری راجع به اینکه واقعا چه باید کرد خواهید داشت، برای که کاملا من جای خالیه آنچه که شما باید بدونید و به دنبالش باشید همچین ایشون رو میبینم و نمیخوام بعد از 47 سال ایشون بیاد و یه ضربه بخوره و گیر و گرفتار بشه و به هر حال مسائلی مطرح بشه و برای همیشه به هر حال یه نوع ناامیدی و دست از خیلی چیزا شستن رو داشته باشه. شما نمیخواید تو این سن و سال ضربه بخورید، بعد از یه سال دو سال با بچه بی بچه تکلیفتون رو ندونید و بعدن گرفتار بمونید، مگر اینکه هدفهای دیگری هست، نوع دیگری از زندگی هست، ولی اونا هم باش موافق نیستم، چون به نظر من توانایی های شما بیش از اینه که بشه با چیزای کم قانعتون کرد و گولتون زد و امیدوارم با یه شکلات و یه دونه آب نبات گول نخورید و ایشون هم با یه دونه شکلات و آب نبات شما گول نخوره. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، یه ذره جدی به این موضوع نگاه کنید، برای اینکه کاملا کاملا جای سوال داره و به نظر من نمیتونید و حق ندارید اشتباه کنید و اگر واقعا یه دقتی بکنید تو راحت با هم باشید تو حرف بزنید تو از اختلاف و دعوا و برخوردم اصلا پرهیزی نکنید، برای اینکه خیلی از اوقات این اختلافات کوچک یا حتی جنگ‌های کوچک جلوگیری از مرگ و نابودی‌های بعدیه. بنابراین ببینید به کجا میرسید، امیدوارم اون چه خیر و صلاحاتی اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی لطف کردید. ممنون. خواهش می‌کنم. تمام.